حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان برای طالبان در ولایت تخار. به نام خداوند بخشاینده مهربان، به سرویس اطلاعاتی ما خوش آمدین. روزنامه اطلاعات روز چنین می نویسد: جبهه مقاومت و رهبری احمد مسعود مدعی شده است که نیروهای این جبهه در حمله بر ساختمان ولسوالی بهارک ولایت تخار 4 طالب را کشته و 5 طالب دیگر را زخمی کردند. در خبرنامه جبهه مقاومت که پنجشنبه شب 11 جوزا منتشر شده آمده است که نیروهای این جبهه شب گذشته در نخست چندین راکت را بر ساختمان ولسوالی بهارک شلیک کرده و سپس با نیروهای طالبان درگیر شدند. یک منبع دیگر نیز به روزنامه اطلاعات روز گفت که در جریان این درگیری 4 طالب کشته و 5 طالب دیگر زخمی شده اند، از جمله ولسوال طالبان برای ولسوالی بهارک. به گفته منبع، زخمیان برای درمان به شفاخانه ولایتی تخار در شهر طالقان منتقل شدند. جبهه مقاومت در این خبرنامه همچنین مدعی شده است که حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه هفته جاری نیز یک آدم موتر نو ارنجر طالبان را در ساحه پل مطرک ولسوالی جبل‌سرات هدف قرار دادند. طبق این ادعا، در جریان این حمله به طالبان تلفات سنگینی وارد شده، اما آمار مشخص ارائه نشده است. همینطور جبهه مقاومت در خبرنامه نوشته است که حوالی ساعت 5:45 دقیقه عصر روز شنبه هفته جاری ماین جاسازی شده توسط اعضای این جبهه در نزدیکی دفتر والی طالبان در تخار انفجار داده شد که در نتیجه آن 6 طالب زخمی شدند. این جبهه افزود است که در حملات و عملیات اخیر به نیروهایش هیچ آسیبی نرسیده است. فرماندهی امنیتی طالبان برای ولایت تخار ادعای جبهه مقاومت مبنی بر حمله بر ساختمان ولسوالی بهارک و کشته شدن نیروهای این گروه را رد می کند. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید. اوقات خوش داشته باشین.